درود بر شما همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی. متاسفانه با خبر شدیم که هنرمند خوب کشورمون خانم پردیس افکاری دار فانی رو ودا گفتن. با ما همراه باشید. لطفاً از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله زودتر از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. سلام دوستان خوبم، من دارم استراحت میکنم، در حوزه کرملین هستم، منتظرم که برم نهار بخورم، بعد دوباره برم جلوی دوربین. یک کوچولو سرما خوردم. شنیدم که تهران برف خیلی خوشگلی اومده و البته تصاویر بسیار زیباشم دیدم، دلم کلی تنگ شده. امیدوارم شما هر کجا که هستین خوب و خوش و تندرست و در پناه خدا باشین و از برف بازی خیلی خیلی لذت ببرین و جای منم حسابی خالی کنین. دوستتون دارم. نام پردیس افکاری در این چند روزه در فضای مجازی بسیار دیده و شنیده می شد. هنرمندی که چند سالی بود از سینما و تئاتر و هنر در ایران فاصله گرفته بود و به کشور ترکیه مهاجرت کرده بود. اون در گروه جم تیوی مشغول به کار شده بود و اما حالا در طی یک تصمیم عجیب پاییز امسال به ایران برگشته بود. اون که به گفته خواهرش خانم نازیار افکاری حال عمومی خوب و عادی داشت، برای یک سری مشکلات گوارشی پیش دکتر متخصص رفت و اونها به متخصصهای دیگه ارجاع دادند و بعد از عکس‌ها و آزمایش‌های مختلف مشخص شد که ایشون به سرطان پیشرفته کبد مبتلا شده و بعد از بستری در بیمارستان حال ایشون هر روز وخیم‌تر می‌شد تا اینکه در کما فرو رفته بودند. متاسفانه اما لحظاتی پیش خبر درگذشت ایشون در فضای مجازی منتشر شد. پردیس افکاری بازیگر بدون حاشیه‌ای که تنها حاشیه‌ای که ساخته بود کشف حجاب و مهاجرتش به ترکیه و کارش در جم تیوی بود، متولد 6 اردیبهشت 1343 در تهران بود. ایشون از 16 سالگی و با توجه به عشق و علاقه زیادش به هنر و بازیگری وارد کلاس‌های بازیگری آناهیتا شده بود. خانم افکاری تحصیلات خودش رو تا مقطع کارشناسی رشته بازیگری و کارگردانی ادامه داد، بعد هم فعالیت‌های هنریش رو در عرصه تئاتر و بعد از اون در سینما و تلویزیون شروع کرد. پردیس افکاری در آثاری مثل 5 کیلومتر تا بهشت، در مسیر زاینده رود، شور و شیرین، خسته دلان، مسافر زمان، مشاور، خاکستر و باد، فکر پلید، طریق عشق، شیرینی زندگی ایفای نقش داشتند. ایشون در همون اوایل شروع کارشون و در سنین نوجوانی هم در مقام عروسک گردان در برنامه‌های کودک معروفی مثل بزبز قندی و هادی و هدا فعالیت داشتند. پردیس افکاری در اواسط دهه 90 به دعوت مهدی مظلومی، کارگردان سریال بدون شهر که خودش چند ماهی بود برای شبکه جم کار میکرد، به ترکیه مهاجرت کرد و با شبکه جم چندین همکاری در زمینه سریال داشت. البته معروفترین اونها سریالی به اسم شهر فرنگ ساخته خود مهدی مظلومی بود که طرفداران زیادی هم داشت. البته بازیگران دیگه هم بودند که توی همون دوره به ترکیه رفتن، اما بعد از مدتی و با گرفتن کارهای ایرانی در شبکه‌های جم این شبکه رو ترک کردن و تعدادی از اونها هم به کشور برگشتن. چند روز پیش بود که ماجرای بیماری و اوضاع اسفناک این خانم بازیگر رو آقای قطب‌الدین صادقی در آیین بزرگداشت خودشون عنوان کردند. مراسمی که برای آقای قطب‌الدین صادقی بازیگر و کارگردان و تهیه کننده سینما و تئاتر فراهم شده بود و ایشون پشت میکروفون حاضر شدند و از این تریبون برای باخبر کردن همکاران و دوستان قدیمی پردیس افکاری استفاده کردند. ایشون با بغض و ناراحتی از بیماری و بستری شدن و حال وخیم این بازیگر گفتند. بعد از اون هم بازیگران و همکاران و دوستان ایشون در فضای مجازی واکنش‌های جنجالی نشون دادن و از مردم خواستند که برای این خانم بازیگر خوب دعا کنند. همسرشون هم چندین و چند پست عاشقانه و دردناک منتشر کردند و از پردیس افکاری خواستند که فقط بمونه.
چند ساعت پیش هم ایشون با انتشار این عکس از خانم پردیس افکاری نوشت: به نام دادار هستی بخش، مام میهن پردیس افکاری رو در پناه مهر دوستان و خانواده مهربانش در آغوش گرفته است و چه سخت که این تازه شدن دیدار با دوستان از جان شیرین تر در بیمارستان صورت گرفت. مدتی بود که پردیس افکاری عزیز از نارسایی کبد رنج می برد و این آشفتگی درون یا سرطان کبد که در وطن رخ نمود حال اون رو در وضعیت ناپایداری قرار داد و چه مهری که این آب و خاک به او دارد که سرش را به دامان گرفته. پردیس عزیزمان اکنون در بیمارستان مفرح تهران بستری است و خانواده افکاری تنها درخواست توجه ایزد منان را با نفس پرمهر هموطنان خواستار است. او عاشق زندگی بود و هست و برای این عشق جدال سختی رو از سر می گذراند. برای هر لحظه از خنده های مهربانش غمگینیم و با شما دستهای خالی من را به سوی آن لایتناهی دراز می کنیم. با انتشار عکس دو نفره ای نوشت: پردیس جانم، من با تو نهایت عشق رو تجربه کردم، انتهای بی انتهای لذت رو. من از تو عشق به طبیعت رو، عشق به حیوانات رو، عشق به درختان رو آموختم. تو باید بمانی، بمانی تا با تمام دوستانت، با خواهران مهربان و زیبایت آویزه جان و نازیار جان، تو خاله زیبای فاخته، پرستو، کمند و کیمیا هستی که عاشقانه دوستت دارند. سفر کنیم به دنیای ناشناخته ها. بمان محبوب من، بمان مهربان من، صدای خنده های تو دوباره باید تنین انداز شود. بمان عشق من. ایشون همچنین در پست دیگه‌ای عکسی رو از خانم پردیس افکاری منتشر کرد و نوشت: با من بمان، با من بمان، با من بمان تا از پنجره چوبی گرفتار در دیوار با هم عبور کنیم، با هم پرواز کنیم، همچون دو پرنده رها در مسیر باد و باران که بعد از لذت یک معاشقه سرمست تن به آفتاب می‌دهند. ایشون در ادامه هم در گفتگوی کوتاه با خبرگزاری ایسنا تاکید کرد که خانواده این بازیگر تمام هزینه های درمانش رو تأمین کردند و نیازی به حمایت ارگان یا نهادی نیست. همچنین ایشون درباره آخرین وضعیت جسمانی پردیس افکاری که دچار سرطان کبد شده توضیح داد: در آخرین صحبتی که با پزشکان ایشون داشتم عنوان کردند دیگه از نظر پزشکی کاری از دستمون بر نمیاد مگر اینکه معجزه‌ای بشه. آقای نجفی در ادامه گفته: پزشکان بیمارستان مفرح تمام آنچه رو که از دستشون برمی اومده انجام دادن. پرونده همسرم رو به متخصصان و پروفسورهای گوناگونی نشون دادیم، بررسی کردند و متاسفانه همه متفق القول هستند که دیگه کاری از دست کسی ساخته نیست. ایشون در ادامه گفت: چند روز پیش تعدادی از دوستان و همدانشکده‌ای‌های همسرم برای انتقال اون به بیمارستان‌های خصوصی اقدام کردند، ولی هم کادر درمان بیمارستان فعلی و هم اون بیمارستانی که مد نظرشون بود صلاح ندونستند که ایشون رو جابجا کنیم، چون کوچکترین حرکتی میتونه براش مشکل ساز باشه. امروز هم که پزشک ایشون توضیح داد که درمان دیگر پاسخگو نیست. همسر پردیس افکاری با قدردانی از همراهی دوستان این هنرمند در ادامه گفت: دوستان و همکاران قدیمی همسرم هر روز به دیدنش در بیمارستان میان. اونها همه تلاششون رو به کار بستن تا روحیه پردیس جان رو بالا ببرن. اونها مثل کوه پشت ما بودند و هستند و هر آنچه در توان داشتند رو به کار گرفتند. آقای نجفی همچنین از تلاش کادر درمان بیمارستان مفرح هم تقدیر و تاکید کرد: پرسنل بیمارستان و کادر درمان بیشترین همکاری رو با ما داشتن. بیمارستان مفرح بیمارستان بسیار خوبیه و ما قدردان زحمات و همکاری پزشکان و پرسنل اون هستیم. ایشون خاطرنشان کرد: خانواده افکاری و من همه ی هزینه های درمان رو تأمین کردیم و به جز ما دوستان همسرم هم مثل کوه پشت ما هستند و برای تأمین هزینه های درمان نیاز به کمک کسی یا ارگانی نداریم. ایشون همچنین با ارائه جزئیاتی درباره بیماری همسرش که در مدت کوتاهی به وضعیت بسیار وخیمی رسیده ابراز تأسف کرد و گفت: از زمان تشخیص بیماری همسرم تا به امروز کمتر از یک هفته گذشته. متاسفانه این بیماری پنهان بوده و ما اصلا متوجهش نشدیم و حال و روز ایشون هم طوری نبوده که احتمال بیماری رو بدیم. از زمان بروز بیماری خیلی زود به این مرحله حاد شدن رسید و به سرعت تمام کبدش رو گرفت.
اما متاسفانه این خانم بازیگر که مدت خیلی کوتاهی هم بود که به کشورش برگشته بود، بلافاصله بعد از تشخیص این بیماری سخت و بستری شدن در بیمارستان و وخیم‌تر شدن حالش هر روز به کما رفته بود و متاسفانه امروز دار فانی رو ودا گفت. روح شاد و یادش در آرامش. ممنونم که تا پایان این ویدیو هم با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید، از پایین همین ویدیو و با زدن دکمه سابسکرایب و زنگوله در کنار ما باشید تا از ویدیوهای جدیدمون زودتر با خبر بشید.